خب یک بار دیگه عرض سلام و درود و خدا قوت دارم خدمت همه شما مخاطبان گرامی پایگاه خبری رادیو کوهنورد. خب هفته هلال احمر رو خدمتتون جناب آقای خلفی و همه امدادگران و نیروهای بی ادعای جمعیت هلال احمر تبریک عرض میکنم. شما هم با مخاطبان این رسانه یک سلام و گفتگوی داشته باشید تا بپردازیم به گفتگوی امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه مخاطبین عزیز و گرانقدرتون و همینطور تبریک میگم هفته هلال احمر رو که امسال متقارن شده با ایام ماه مبارک و پرفیض رمضان، و انشاءالله که این هفته هفتهی پر از شادمانی باشه برای همه امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و پرسنل خدوم و تلاشگر جمعیت هلال احمر سراسر کشور به ویژه استان المشت. در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم آقای خلفی، ما در آغازین هفته هلال احمر قرار داریم. اصلا هلال احمر وظیفه‌اش چیه؟ خب جمعیت هلال احمر در کشور عزیزمون امسال تقریبا در آستانه 100 سالگرد تأسیسش هست. جمعیت هلال احمر در سراسر دنیا که خب دوستان عزیز و گرانقدر من میدانن که در هفته‌ای که هفته ملی و هفته بین المللی جمعیت هلال احمر از همون 18 اردیبهشت ما تا 24 معمولا مراسمات و برنامه های ویژه رو برای این هفته در نظر داره. جمعیت هلال احمر به عنوان بزرگترین نهاد مردمی و یک نهادی که از خواستگاهش از دل مردم هست، بزرگترین وظیفش رسانیدن توان توانمند به نیاز نیازمندان. امانتدار خوبی است برای مردم، سعی میکنه که در اصل در دل مردم باشه و مشکلات مردم رو در زمینه‌های مختلفی که بضاعت داره و توان داره و مردم کمکش میکنن بتونه حل بکنه. تعبیر بسیار خوبی کرد جمعیت هلال احمر و مردان و زنانی که در این جمعیت مشغول خدمات صادقانه هستن، الحق و الانصاف بی ادعا هستن. ما هیچ گونه ادعایی نداریم، ما هر آنچه که داریم از دل همین مردم هست و سعی میکنیم به دست همین مردم هم برسونیم. حالا بیشتر مردم جمعیت هلال احمر رو معمولا با خدمات امدادی در سیل و زلزله و اینها میشناسند، در حالی که جمعیت هلال احمر علاوه بر این خدماتی که داره انجام میده در زمینه‌های فرهنگی، در زمینه‌های اوقات فراغت جوانان، در زمینه‌های آموزش همگانی به ویژه تلاش‌های بسیار خوب و خدمات ارزنده‌ای در این 100 سال داشته. خب معمولاً در حوادث و در بلایای طبیعی و غیر طبیعی و انسان ساز هست که مردم به طور ویژه شاید جمعیت هلال احمر رو ببینن، اما در ایام عادی که مشکلی وجود نداره یا حادثه‌ای نیست، جمعیت هلال احمر به کارهایی مثل آموزش‌های همگانی، کارهای زیربنایی و همینطور بحث سلامت و بهداشت می‌پردازه و خدمات بسیار خوبی رو در حوزه داوطلبان به مردم کم برخوردار سعی میکنه داشته باشه. همین ایامی که بنده دارم خدمت شما صحبت میکنم که در هفته هلال احمر قرار داریم، بالغ بر 14-15 ماهی هست فکر میکنم که کرونا در کشورمون گریبانگیر کرده مردم رو، و انشالله که هرچه زودتر بیماری منحوس هم ریشه‌کن بشه با تمام تلاشی که دوستان و همکاران خوب در وزارت بهداشت و کل مجموعه های درمانی کشور و مجموعه های سلامت محور و بهداشتی دارن انجام میدن. خب هلال احمر هم در این ایام خدمات بسیار خوبی رو در زمینه‌های مختلف انجام داده، از خدمات ارائه داروهای مختلف تا در اصل خدماتی در حوزه های مثل ناظران سلامت، عامران سلامت، همکاری با نیروهای بسیار خوب و خدم بسیج و سپاه پاسداران در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز، و خدماتی با همکاری های بسیار خوب با مجموعه بهداشت و درمان انجام داده در سراسر کشور و همینطور در استان ما، که اینها خدماتی است که به طور ویژه داره در اصل در طول این ایام اجرا میشه. خب هلال احمر همیشه سعی کرده که اگر آلام بشری گریبانگیره و هم نوعان ما میشه، این آلام بشری رو رفع بکنه و در جهت بهبود روحیه مردم هم کار انجام بده. خب اینا خدماتی هست که خدمات بسیار ویژه‌ای. من به طور خلاصه فقط عرض کردم خدمت شما که یک شمای کلی از گستره فعالیت‌های هلال احمر رو دوستان و مخاطبین بدانند. امسال در واقع هفته هلال احمر، ایام هفته هلال احمر چه نام‌هایی رو خواهد داشت و هلال احمر استان البرز برای پاسداشت این هفته چه برنامه‌هایی رو در نظر گرفته؟
بله خب معمولا رسم هست ایام هفته رو، مناسبت های هفته رو مشخص بکنن. ما 18 اردیبهشت ماه رو که روز شنبه و در اصل روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر هست تحت عنوان خانه های هلال جامعه تاباور نامگذاری کردن از جمعیت هلال احمر سراسر کشور. خب خانه های هلال یکی از ارکان بسیار خوبی هست که با همت والای جناب آقای دکتر همتی، ریاست محترم جمعیت و حمایت های استاندار محترم استان البرز در استان ما هم کلید خورد. خانه های هلال بسیار بسیار خوبی رو جمعیت هلال احمر در مناطق روستایی و مناطقی که نسبت به در اصل مرکز استان فاصله بیشتری رو دارن تونستیم افتتاح بکنیم. همینطور هم خانه های هلالی رو در مناطق مختلف شهرستان های بزرگ استان تونستیم افتتاح بکنیم که سامانش هم انشاءالله فردا با حضور دوستان و عزیزان در سراسر کشور به طور یک پارچه در اصل افتتاح میشه و آیین افتتاحیش رو دارن. خانه های هلال میتونه در بحث محل محور، در بحث جامعه تاباور بسیار بسیار کمک بکنه و یک نما و شمای کوچکی از یک جمعیت هلال احمر، یک شعبه در یک روستای دور افتاده باشه که بتونه به هنگام و به موقع نسبت به تمامی مسائل و حوادث پاسخگویی داشته باشه. امروز که در خدمت شما هستیم رو که 19 اردیبهشت هست تحت عنوان همدلی مهربانه نامگذاری کردن، که خب هممون میدونیم که جمعیت هلال احمر بر مبنای همدلی، بر مبنای یک پارچگی و یک دستی دلهای مردم کار انجام میده و سعی کرده که همواره این هماهنگی رو داشته باشه. 20 اردیبهشت ماه رو روز امدادگری و کاهش آلام بشری که یکی از در اصل اهداف اصلی ما نامگذاری کردیم. 21 اردیبهشت ماه سلامتی، پویایی و حرکت رو داریم که همونطوری که میدونید بحث سلامتی و در اصل جامعه سالمی که از مهمترین مبحث‌های امروز تمامی دنیا هست به ویژه در کشور عزیزمون. 22 اردیبهشت رو بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها نامگذاری کردیم. و 23 اردیبهشت ماه روز ایثار و ارزش ماندگاره. همونطوری که میدونید امدادگران ما امدادگران ایثارگر، امدادگرانی هستند که در از دوران دفاع مقدس و از دوران جنگ تحمیلی ما امدادگران بسیار خوبی رو داریم که اینها همشون جز ایثارگران و جز ارزش‌های والای این مرز و بوم هستند. و 24 رو خانواده بانشات و جامعه سالم ما نامگذاری کردیم که کاملا از عنوانش مشخص هست که به دنبال چه اهدافی هست. این در اصل هر کدوم از این روزها با توجه به نامگذاری خودش برنامه‌های ویژه و مناسبتی اون روز رو در سراسر شعب استان ما و سایر استان‌ها داره که انشالله امیدواریم که رؤسای محترم شعب با هماهنگی که با فرمانداران عزیز می‌کنن بتونن به طور خوب و فوق‌العاده و ویژه بتونن خدمات رو به مردم عزیزمون ارائه بدن.